سلام دوستداران اندیشه و فلسفه. قبلا در مورد جان لاک و مکتب فلسفی تجربه گرایی صحبت کرده بودیم. در ادامه این مبحث امروز درباره دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی قرن 18 صحبت می‌کنیم. دیوید هیوم مکتب فلسفی تجربه گرایی رو به اوج خودش رسوند. مثل جان لاک معتقد بود که به مدد فیلسوفان خردگرا تا قرن 17 کوهی از کتاب‌ها، نظریه‌ها و افکار درهم و برهم جمع شده و حالا متفکران تجربه‌گرا می‌بایست به فلسفه سر و سامون بدن و برای نزدیک شدن به واقعیت باید به تجربه آنی انسان از جهان رجوع کنند. دیوید هیوم گفت ماورای تجربه‌های انسان هیچ چیز واقعی وجود نداره. او به روشن‌اندیشی بی‌قید و شرط معروف بود. می گفت فقط اون چه رو که از طریق حواس درک می کنم می پذیرم و سایر چیزها رو مورد تردید قرار می دم. هیوم می گفت برای اینکه به افکار و باورهامون سر و سامون بدیم، وقتی در کتابی گزاره‌ای رو می خونیم، یا باید استدلال نظری و منطقی پشتش باشه یا استدلال تجربی و استقرایی. اگه هیچ کدوم از اینها نبود، اون گزاره اوهام و سفسطه است و اون کتاب رو باید دور انداخت. چون ذهن انسان قادر چیزهایی رو تصور کنه که واقعی نیستند. پس باید خیلی مواظب باشیم که تصوراتمون رو با واقعیت اشتباه نگیریم. از نظر هیوم بشر دو نوع ادراک داره. یکی تجربه، یعنی همون حسیات آنی، و دیگری تصور که در واقع یادآوری تجربه است. مثلا اگه کودکی به آتش دست بزنه و دستش بسوزه، این میشه تجربه. از اون به بعد هر وقت آتش ببینه، تجربه سوختنش رو تصور میکنه. یعنی به یاد میاره و دیگه دستش رو سمت آتش نمیبره. در این مثال هم تجربه واقعیه و هم تصور. ما با یک تصور ساده روبرو هستیم که از یک تجربه واقعی حاصل شده. گرچه تصور یک تجربه کم رنگ‌تر از اصل اون تجربه است. اما قضیه به این سادگی ها نیست، چون تصورات ما همیشه ساده نیستند. ما تصور مرکب هم داریم. در خونه تکونی نظریه ها و باورهامون باید خیلی مواظب تصورهای مرکب باشیم و اونها رو مورد تردید قرار بدیم. یه مثال بزنم از تصور مرکب. اکثر ما یک فرشته رو چجوری تصور میکنیم؟ پیکر انسان با پر و بال. خب در طبیعت پیکر رو دیدیم، پر و بال رو هم دیدیم و هر دو تجربه‌های واقعی بودند. ولی فرشته یک تصور مرکب از دو تجربه مختلفه که در واقعیت ربطی به هم ندارند. اینجا ذهن انسان در خیال پردازیش دو واقعیت مستقل رو به هم آمیخته و از اونها یک تصور مرکب ساخته. درسته که هر کدوم از مؤلفه‌هاش رو جداگانه تجربه کرده، اما کسی تا حالا به چشم خودش فرشته ندیده. پس بهتره این تصور مرکب رو از دایره باورهامون دور بریزیم. از دیدگاه هیوم این روش برخورد رو باید اعمال کنیم نسبت به هر تصور مرکبی که در دنیای عادی مصداق نداره. مثل فرشته، سیمرغ، اسب شاخدار و چیزهای از این قبیل. چون اینها همش ساخته و پرداخته ذهن بشره. گرچه ذهن او تصوری رو از هیچ نمی سازه، ولی می تونه تجربه های مختلف رو با هم ترکیب کنه و تصورات واهی بسازه. طبق توصیه هیوم، شما هر باوری داری باید از خودت بپرسی این باور من حاصل یه تصور ساده است یا یه تصور مرکب؟ و اینکه آیا از یک تجربه واقعی نشأت گرفته یا حاصل خیال پردازیه؟ اگه باور من حاصل تصور مرکب از تجربه‌های مستقله، باید نسبت بهش تردید کنم. چون ترکیب اون تجربه‌ها ممکنه من رو به یک باور غلط و غیر واقعی برسونه. مثلا باور بهشت. تصور ما از بهشت یک تصور مرکبه. باغ‌های وسیع، دروازه‌های طلایی، جوی شراب، حوریان بهشتی، فرشته‌ها و پریانی که در سینه‌های زرین از بهشتیان پذیرایی می کنند. از همه جالبتر فرشته ها و جویهای شراب هستند که خودشون تصورات مرکبی هستند
در یک تصور مرکب کلی در. اینجا باید تردید کنیم و از خودمون بپرسیم آیا انسان چنین مکانی رو به واقع تجربه کرده؟ یا اینکه چسب و قیچی برداشته و از کنار هم گذاشتن تجربه های واقعی که نسبت به هم مستقل و بی ربط بودن یه تصور واحد ساخته و باور کرده که این تصور مرکب واقعا یه جایی وجود داره. اگه اینطوریه پس این باور موجه نیست. ببینید انسان در خیال پردازی بسیار قدرتمنده. ذهن انسان مثل کارگاهی میمونه که درش با چسب و قیچی تجربه های ساده با هم ترکیب میکنه و پدیده های غیر واقعی میسازه. البته سورئالیسم که در زمینه هنر وجود داره بسیار هیجان انگیز و با ارزشه و نشون دهنده خلاقیت هنرمنده. اما قوه تخیل از اونجای مشکل ساز میشه که شخص تصورات خودش رو با واقعیت اشتباه بگیره. این در واقع تعریف بیماری اسکیزوفرنی است. پس ما برای نزدیک شدن به واقعیت باید باورها و تصوراتمون رو مورد آزمایش تجربه قرار بدیم و روی توهماتمون خط بطلان بکشیم. خب حالا ببینیم نظر هیوم درباره مذهب چی بود. از دیدگاه او مقوله مذهب در حیطه ایمان و اعتقاده و نه در حیطه عقل و معرفت. معروفه که میگن آخرین پیوند بین ایمان و دانش با فلسفه هیوم در هم شکست. اما جالب اینه که هیوم خدا ناباور سرسخت نبود. میگفت من خدا رو باور ندارم چون تجربهش نکردم. اما به درستی گزاره خدا وجود ندارد هم یقین ندارم. از طرف یک فیلسوف بزرگ تجربه‌گرا این حرف عجیبیه که حالا عجیب‌ترم میشه چون او این عدم یقین رو فقط درباره عدم وجود خدا بیان نمی‌کنه. اصولاً هیوم با این قضیه که بگیم گزاره‌ای به یقین درسته یا به یقین غلطه مشکل داره و میگه ما نباید باورهامون رو با یقین اشتباه بگیریم. مثلاً میگه من جاذبه رو باور میکنم ولی به گزاره جاذبه همیشه وجود دارد نمیتونم یقین داشته باشم. قانون علیت رو باور میکنم ولی به گزاره هر معلولی علتی دارد یقین ندارم. خب جریان پیچیده شد و این قسمت رو باید حسابی توضیح بدم. توصیه میکنم از اینجا به بعد رو با دقت بیشتری گوش بدید و اگر امکانش هست تا آخر پادکست همراه من باشید تا به نتیجه گیری برسیم. ببینید هیوم قوانین ریاضی و منطقی رو به یقین میپذیره. با توجه به اینکه اولا اونها تابع زمان نیستند و دومی که ما اونها رو نه با استدلال استقرایی بلکه با استدلال استنتاجی پذیرفتیم. مثلا گزاره 2+2 میشه 4. یا مثلا اگر A با B برابر باشه و B با C برابر باشه اون وقت A با C برابره. یا اگر A از B بزرگتر باشه و B از C بزرگتر باشه اون وقت A از C بزرگتره. هیوم گفت نیازی نیست که انسان برای پذیرش این گزاره ها اونها رو به مراتب تجربه کنه. بدون تجربه هم میتونه نسبت به اونها یقین داشته باشه. اما او معتقده که بیشتر واقعیت های جهان که ما باشون سر و کار داریم اولا تابعی از زمان هستند، دوما ما اونها رو از طریق استدلال استقرایی و به طور تجربی پذیرفتیم. پس با اینکه باور ما نسبت به این واقعیت ها موجهه ولی هیچ وقت به یقین نمیرسیم. مثلا من باور دارم که فردا صبح دوباره خورشید سرزمین من رو روشن میکنه. چرا؟ چون از وقتی به دنیا اومدم هر روز همین اتفاق افتاده. این باور من موجهه اما بهش یقین نمیتونم داشته باشم چون فردا رو که هنوز تجربه نکردم. اگه 1 در میلیارد هم احتمال این وجود داشته باشه که فردا خورشید خاموش بشه، پس واقعیتی که من ازش صحبت میکنم قطعی نیست. برگردم به وجود خدا. هیوم خدا رو باور نداره چون میگه من به واقع خدا رو تجربه نکردم، ولی احتمال اینکه در آینده این تجربه حاصل بشه شاید نزدیک به صفر باشه، ولی صفر نیست.
هیوم میگه اگه من تا ابد زنده بودم و تا بی نهایت تجربه میکردم که خدا وجود نداره، اون وقت میتونستم بگم من به یقین میدونم که خدا وجود نداره. ولی خب من این امکان رو ندارم. پس با اینکه خدا ناباورم، ولی نمیتونم بگم من به یقین میدونم که خدا وجود نداره. حالا ببینیم درباره جاذبه چی میگه. میگه من باور دارم که جاذبه وجود داره. ولی به گزاره جاذبه همیشه وجود داره یقین ندارم. این بار به دو علت. علت اول شبیه مثال قبلیه. میگه اگه انسان بر این باوره که سنگی که ول بشه به زمین میفته، به خاطر اینه که انقدر زیاد این پدیده رو مشاهده کرده و انقدر زیاد این تجربه رو انجام داده که اون رو به عنوان یک واقعیت باور کرده. باورش هم موجهه. ولی آیا کسی میتونه تجربه کنه که سنگ همیشه به زمین میفته؟ نه. چون انسان همیشه رو نمیتونه تجربه کنه. پس هیوم میگه باور جاذبه موجهه. اما گزاره من به یقین میدونم که همیشه جاذبه وجود داره از نظر هیوم قابل قبول نیست. حالا علت دوم که از یه مقوله دیگه است. هیوم معتقده انسان خود جاذبه را تجربه نمی کنه. اون چه انسان تجربه می کنه؟ اینه که جسمی که رها شد به زمین می افته. و از این تجربه چیزی به نام جاذبه را تصور می کنه. میگه ما افتادن سنگ به زمین رو تجربه می کنیم، نه خود جاذبه رو. این که بگم من میدونم که اگه سنگی رو ول کنم به زمین می افته یه چیزه، اما این که بگم من میدونم که جاذبه وجود داره یه چیز دیگه است. چون بعد میخوام از اون نتیجه گیری های دیگه بکنم و خیلی باید مواظب باشم که به مغلطه نیفتم و یادم نره که من افتادن سنگ رو تجربه کردم و جاذبه تصور و باور ذهنی منه. اجازه بدید یه مثال دیگه براتون بزنم که قضیه واضح تر بشه. هیوم میگه من قانون علیت رو باور میکنم. ولی به این گزاره که قانون علیت وجود داره یقین ندارم. باز اینجا هم دو دلیل میاره. فرض کنید توپی با توپ دیگه برخورد میکنه. اون چه که تجربه میکنیم اینه که توپ متحرکی به توپ ثابتی برخورد کرد و در اون لحظه توپ ثابت به حرکت در اومد. اون وقت رابطه علت و معلولی رو در ذهنمون تصور میکنیم. اما این علیت رو به طور مستقیم تجربه نکردیم. اون چه به واقع تجربه کردیم اینه که رویدادی در پی رویداد دیگری رخ داده. اینکه حرکت توپ دوم الزاماً به علت برخورد توپ اول با او بوده رو تجربه نکردیم، بلکه در ذهنمون به این نتیجه رسیدیم. حالا با این حساب آیا میتونیم به رابطه علت و معلولی این دو پدیده 100% اطمینان داشته باشیم؟ نمیگم نباید علیت رو باور کنیم. اصلا باور میکنیم و باورش هم موجهه. اما نباید یه تصور دیگه هم داشته باشیم که 1%، اصلا 1 در 1000 دلیل حرکت توپ دوم در اون لحظه ممکنه چیز دیگری بوده باشه. مشکل اینجاست که وقتی یادمون میره که خود قانون علیت رو هیچ وقت تجربه نکردیم، بلکه اون رو از تجربه های دیگری در ذهنمون ساختیم، اون وقت بدون احتیاط از قانون علیت استفاده می کنیم برای اثبات پدیده هایی که اصلا برای ما قابل تجربه نیستند. مثال بارزش استفاده از قانون علیت در اثبات وجود خداست که پیشفرضش اینه که ما یقین داریم هر معلولی یه علتی داره. خب چجوری یقین داریم؟ آیا از استدلال استنتاجی به این نتیجه رسیدیم؟ خیر. از استدلال استقرایی به این نتیجه رسیدیم. یعنی تجربه‌مون این بوده که هر وقت هر چیزی رو دیدیم یه علتی داشته. در ضمن در همین تجربه ها هم ما خود علیت رو تجربه نکردیم. پدیده های دیگری رو تجربه کردیم که یکی پس از دیگری رخ دادند و علیت رو در ذهنمون ساختیم. از طرف دیگه برگردم به مشکل زمان. آیا من میتونم به گزاره علیت همیشه وجود داره یقین داشته باشم؟ مسلماً نمیتونم. چون برای من غیر ممکنه که علیت رو همیشه و تا ابد تجربه کنم.
حالا هیوم چی میگه؟ میگه علیت وجود داره تا زمانی که انسان تجربهش میکنه. اما اگر انسان روزی به پدیده‌ای برخورد کنه که علتی نداشته باشه، اون وقت تجربه کرده که علیت میتونه وجود نداشته باشه. حالا با این تفاسیر، این درسته که من بیام برای اثبات وجود خدا که خودش قابل تجربه شدن نیست، از قانون علیت استفاده کنم؟ قانون علیت که هیوم میگه به طور منطقی انسان نمیتونه بهش یقین داشته باشه. حالا یکی بیاد بگه آقا بیا از خر شیطون پیاده شو. حداقل قبول کن که اگر علیت یک حقیقت و یک قانون همیشگی باشه، پس خدا وجود داره. تازه اون موقع این پرسش مطرح میشه که حالا علیت درباره خود خدا هم صدق میکنه؟ یعنی خود خدا هم علتی داشته؟ خب همه میگن نه دیگه، اینجا علیت صادق نیست. خب پس برمیگردم سر خونه اولم که داشتم میگفتم علیت میتونه یک قانون همیشگی نباشه و به همین دلیل نباید برای اثبات وجود خدا ازش استفاده کنیم. حالا ممکنه با خودتون بگید همونطور که دکارت عقلگرا در فلسفه خودش خیلی دیگه اغراق میکرد، هیوم هم از طرف تجربه گراها دیگه شورشو درآورده و مطالبی که میگه دیگه خیلی انتزاعی به نظر میرسه. و اصلا چه ربطی به زندگی و تفکرات روزمره ما داره؟ کجا میتونه به درد ما بخوره؟ من شخصا با خوندن فلسفه هیوم به این نتیجه رسیدم که ما معمولا با پیش‌داوری به دنیا نگاه میکنیم و با پیش‌داوری درباره جهان میاندیشیم. شاید بهترین فیلسوف‌ها کودکان باشند. کودکان بدون پیش‌داوری جهان رو تجربه میکنند، چون هنوز درگیر و زندانی عادتها و باورهاشون نشدن. البته اونها هم وقتی بزرگ میشن به مرور باورهاشون رو با یقین اشتباه خواهند گرفت. مثلا اگه برگردم به مثال برخورد بین توپ ها، اگه توپ اول به توپ دوم برخورد کنه و با این حال توپ دوم ثابت بیسته، من و شما خیلی متعجب میشیم. اما یک کودک که پیش داوری نسبت به قوانین طبیعت نداره اصلا تعجب نمی کنه. برای کودک طبیعت نه معقوله نه نامعقول. کودک فقط داره طبیعت رو در هر لحظه همونطور که هست تجربه می کنه. انتظار رخ دادن پدیده‌ای در پی یک پدیده دیگه خاصیت خود اون پدیده ها نیست، بلکه باور ذهنی ماست. البته این باورها میتونن موجه باشن، ولی هیوم میگه نباید اونها رو با یقین و قطعیت اشتباه گرفت. تازه اگه اون باورها موجه باشند که خیلی از اوقات موجه هم نیستند، چون ما پدیده هایی رو تجربه میکنیم که یکی پس از دیگری رخ میدن و در ذهنمون این پدیده ها رو به هم ربط میدیم، روابطی رو تصور میکنیم که در واقع تجربهشون نکردیم، تصورشون کردیم و با عجله میخوایم این تصورات رو به باور و بعد به یقین تبدیل کنیم. در صورتی که ممکنه اشتباه باشن. ممکنه صرفاً خیال پردازی و غیر واقعی باشند. باوری که حاصل خیال پردازی غیر واقعی انسان باشه میشه وهم و خرافات. مثلا شخصی گله اسب سیاه رو میبینه و بعد میگه من میدونم که همه اسب‌ها سیاهن. مگه شما همه اسب‌ها رو دیدی؟ حتی نباید گفت من یقین دارم که همه کلاغ ها سیاهند. مگه شما در کل زمان و مکان حضور داشتی و همه کلاغ های جهان رو دیدی؟ پس چرا میگی یقین دارم؟ درباره گزاره‌ای که برات قابل تجربه نیست. حالا اگه بگی من بر این باور هستم که همه کلاغ ها سیاهند، مشکلی نیست. باور شما موجهه. چون تجربه‌ای که تا امروز داشتی این گونه بوده. اما از دیدگاه هیوم نمیتونی از راه منطقی امکان وجود داشتن کلاغ سفید رو نفی کنی. یه مثال دیگه. تا 300-400 سال پیش انسان‌ها فکر می‌کردند که بین رعد و برق یک رابطه علت و معلولی وجود داره. می‌گفتن رعد معلول برقه چون همیشه در پی اون میاد. تا بالاخره روزی فهمیدند که رعد و برق اصلا همزمان اتفاق می‌افتند و رابطه علت و معلولی ندارند. و
بلکه هر دو معلول چیز دیگری هستند به نام الکتریسیته. ببینید، توالی رویدادها الزاماً به معنی رابطه علت و معلولی بین اونها نیست. برتراند راسل یه مثالی میزنه که خیلی گویاست. میگه یک جوجه‌ای بوده که هرگاه زن دهقان میرفته سراغش به او آب و غذا میداده و این اتفاق هر روز زندگیش رخ میداده. پس به این باور رسیده بوده که یک رابطه علیت بین خوشبختی او و اومدن زن دهقان وجود داره. اگه اون جوجه با فلسفه هیوم آشنا بود، میدونست که باورش بر اساس تجربه های استقراییه و نباید باورش رو با یقین اشتباه بگیره. از غذا یک روز که زن دهقان میره سراغش، آب و غذا که بهش نمیده هیچی، گردنشو میشکنه، پراشو میکنه و روی آتیش کبابش میکنه. ببینید، فلسفه هیوم به ما یاد میده که در نتیجه گیری هامون عجله نکنیم. چون این شتاب زدگی ممکنه به اشتباه و اوهام و خرافات منجر بشه. کی میدونه؟ شاید یک انسانی قرنها پیش از خونه که در اومده گربه سیاهی رو دیده و بعد مثلا همون روز خورده زمین دست شکسته. بعد در ذهنش این دو تجربه مستقل رو به هم ربط داده و برای اطرافیانش تعریف کرده. اگر هر روز هر یک نفر این باور غلط رو فقط به دو نفر منتقل کنه، بعد یک ماه بیش از 1 میلیارد نفر عقیده پیدا می کنن که دیدن گربه سیاه باعث بدشانسی میشه. تئوری های توطئه همین طوری شکل می گیرن و مخصوصا امروز از طریق شبکه های اجتماعی مثل سرطان به سرعت بین مردم پخش میشن. به همین دلیله که لابراتوارهای داروسازی در تعیین رابطه علیت بین دارو و درمان بسیار محتاطن. برای تست یک داروی جدید، بیماران رو به دو دسته تقسیم میکنن. به دسته اول داروی واقعی میدن و به دسته دوم داروی قلابی و بی اثر. البته هیچ کدوم از بیماران نمیدونن در کدوم گروه هند. اون وقت درصد بهبود رو در دو دسته مشاهده میکنن. اگه 80% از گروه اول و فقط 20% از گروه دوم بهبود پیدا کنن، پس به این باور میرسن که دارو مؤثر بوده. ولی مثلا اگر در هر دو گروه 50% بهبود پیدا کنن، این یعنی دارو مؤثر نبوده و بین دارو و علاج رابطه علیت واقعی وجود نداشته. باز تکرار میکنم چون خیلی مهمه. اینکه اتفاقی در پی اتفاق دیگری بیفته، دلیل کافی بر رابطه علت و معلولی بین اون دو اتفاق نیست. مثال آخری که در این رابطه میخوام مطرح کنم، دعا کردنه. من برای انجام کاری دعا میکنم و اگر اون کار در پس دعای من انجام بشه، من یک رابطه علیت در ذهنم تصور میکنم و در من این باور غلط به وجود میاد که با دعا کردن میتونم به خواسته هام برسم. یه کمدیانی تعریف میکرد که وقتی بچه بوده، برای رسیدن به خواسته هاش به درگاه خدا دعا می کرده. تقریبا نیمی از خواسته هاش برآورده می شدن و به نیمی از خواسته هاش نمی رسیده. تا روزی فیلم پدرخوانده رو تماشا می کنه و مجذوب ابهت و اقتدار آلپاچینو در این فیلم می شه. در عالم بچگیش از اون شب تصمیم می گیره خواسته هاش رو با پدرخوانده در میون بذاره و به درگاه آلپاچینو دعا می کنه. میبینیم باز هم نیمی از خواسته هاش برآورده میشن و نیمی از اونها برآورده نمیشن. تا وقتی که بزرگتر میشه و تصمیم میگیره دیگه اصلا دعا نکنه و میبینه باز هم به نیمی از خواسته هاش میرسه و به نیمی از خواسته هاش نمیرسه. اگر اون آدم از این تجربه های ذهنی عبور نکرده بود، تا آخر عمرش بر این باور میبود که دعا کردن به او کمک میکنه که به خواسته هاش برسه. خب، برای اتمام این جلسه من میخوام نظر هیوم رو درباره اخلاق هم بگم. جالبه که هیوم بر این باور بود که ریشه اخلاق در عقل نیست. با اینکه قبل از او جان لاک مثل سقراط میگفت تشخیص خوب و بد در عقل ذاتی انسانه، هیوم بر این باور بود که ریشه اخلاق در عقل نیست بلکه در احساسات و عواطفه.
مثلا بیشتر نازی‌هایی که در جنگ جهانی میلیون‌ها نفر آدم کشتند و مخصوصاً رهبرشون نقص عقلی نداشتند. اتفاقاً اکثرشون خیلی باهوش بودند. از دیدگاه هیوم اونها نقص احساسی و عاطفی داشتند. یا مثلاً اگر فقط بحث عقل باشه، شاید ما نباید از مرگ سالمندان در سرتاسر دنیا به خاطر کرونا ناراحت بشیم. چون از یک طرف جمعیت کره زمین بیش از حد زیاد شده که داره باعث نابودی طبیعت میشه و از طرف دیگه سالمندان هزینه زیادی برای جوامع دارند. پس چرا از مردن اونها انقدر ناراحت و غمگین میشیم؟ از دیدگاه هیوم این ریشه در احساسات و عواطف ما داره و نه در عقل و منطق. همونطور که فلسفه عقل‌گرایانه دکارت به نظر افراطی می اومد، فلسفه تجربه‌گرایانه هیوم هم شاید به نظر افراطی بیاد. امیدوارم بتونیم در جلسات آینده درباره اپیستمولوژی کانت صحبت کنیم که شاید تعادلی بین فلسفه دکارت و فلسفه هیوم باشه. ممنون از لطف و حمایت همه شما دوستداران فلسفه.